با سلام، درود و احترام خدمت تمامی شنوندگان و مخاطبین گرامی هزار آورد. امروز یک برنامه ویژه برای شما دوستان داریم و در این قسمت به بررسی یکی از موضوعات مهم و حیاتی افغانستان، یعنی فعالیت های جنبش ملی افغانستان و نقشش در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور را میپردازیم. مهمان ویژه ما جناب آقای عبدالله رحیمی، نماینده جنبش ملی افغانستان، امروز با ما هستند. ایشان یکی از چهره های برجسته و تاثیرگذار در عرصه سیاسی افغانستان هستند که با تلاش ها و فعالیت های بیوقفه خود نقش مهمی در پیشبرد اهداف در این جنبش داشتند. جنبش ملی افغانستان به عنوان یکی از نیروهای مهم سیاسی در کشور همواره در تلاش از او بوده که راهکارهای سازنده و مؤثری را برای بهبود وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان داشته باشد. در این مصاحبه تلاش میکنیم تا بتانیم بررسی بکنیم دیدگاه ها و نظرات و تجربیات آقای رحیمی را که چه چالش هایی را دارن و چه فرصت هایی پیش رو دارن. خوش آمدین جناب آقای رحیمی عزیز و امیدوار هستیم که در این گفتگو ما را همراهی بکنید. تشکر، سلام البته برای شما بانو نوری و همکاران تخنیکیتان و تمام بینندگان چینل هزار وارد. بسیار تشکر که البته امروز میمان شما هستم و در خدمت هستم. سلامت باشین جناب رحیمی صاحب. خواستیم از شما به عنوان سوال اول پرسان بکنیم که میدانیم که نشست سوم دوحه بسیار نزدیک هست و در ماه جون قرار هست برگزار شد. موقف جنبش ملی اسلامی نسبت به این نشست چی هست؟ آیا این نشست را با حضور طالبان قبول دارند؟ اگر ندارند چه موقفی در این مورد میروند؟ تشکر. البته خلاصه ما میخواییم در این مورد انگیزه ایجاد نشست اول دوحه، البته به یک شکل مبهم و پشت درهای بسته ای تدویر شد و زمانی که البته جمهوریت در افغانستان یک نظام قانونی بود، در اون زمان در با بازگشایی دفتر سیاسی گروه تروریستی طالبان در قطر البته ازش آغاز شد و بالاخره ملاقاتی که در بین طالبان و کشورهای زیردخت در افغانستان مخصوصا امریکایی‌ها در اینجا صورت گرفت کاملا مبهم بود و قدر روشن نبود. احزاب سیاسی در جریان نبودن، شخصیت های سیاسی در جریان نبودن، حتی حکومت حاکم در افغانستان از زدوبندهای سیاسی پشت پرده البته بیخبر بودند که بالاخره باعث شکست نظام و باعث اسارت مردم افغانستان به دست از گروه تروریستی به نام طالبان گردید. و در دوحه دوم، در جلسه دوم، البته بعد از اینکه خواستهای گروه تروریستی طالبان برآورده نشد، اینها تحریم کردن، در این چیز اشتراک نکردن و البته این نتیجه مطلوبی البته دستاورد سیاسی در قبال نداشت. و دوحه سوم، جلسه سومی که در ماه جاری، البته آخر ماه جاری 29 جون البته برگزار می شود، هم نهادهای سیاسی و مدنی و اجتماعی مخصوصا از قشر زن دعوت نشده و با یک تعداد پیشنهادهای غیر قابل قبول از جانب گروه تروریستی طالبان البته در اینجا ای تدویر میشه. و به نظر ما فکر میکنم که قبول کردن شرایط طالبان بسیار مشکل است و ای غیر ممکن است. فلهاز ما فکر میکنیم که ای هم مانند دور دوم جلسه دوحه شاید بی نتیجه باقی بانه. اگر که سازمان ملل متحد در این نشست یک نماینده ویژه انتخاب بکنه، به نظر شما آیا نشست های بعدی یک سویه بهتر خواهد گرفت و چقدر میتونه این نماینده ویژه موثر باشه برای دیده شدن خیلی های دیگر، برای شنیده شدن صدای مردم؟ البته خب طالبان یک از پیشرفت هایش همی هسته که مخالف هسته با این موضوع.
ببین، نظر ماهیت و ترکیب این نشست ها بسیار مهم است. کیها با کی البته ملاقات می کنند در اینجا، در بین کدام شخصیت ها و نهادهای سیاسی تبادل افکار میشه. بحران افغانستان باید در بین شخصیت های سیاسی افغانستان حل شود. فلهذا اگر نماینده ویژه هم از جانب ملل متحد در اینجا مقرر شود، این مسئله را باید در نظر بگیرند که طالب ها با کی مخالف هستند، با کی موافق هستند، با کی مشکلات دارند، چگونه باید این مشکلات حل شود. در هر حالت بدون در نظر داشت نماینده های مردم، البته احزاب سیاسی، وقتی که در اینجا مسئله احزاب سیاسی رو در نظر می گیریم، این احزاب سیاسی نمایندگی از کتله مردم میکنن. یعنی خود از این ممثل دموکراسی است که احزاب سیاسی، رهبرای احزاب سیاسی از جانب مردم البته تعیین شده. فست دوباره نقش احزاب سیاسی باید در اینجا روشن و برازنده باشه. در حالت امکانش است که یک فرصت گفتگو البته با وجود بیاید و نتیجه را باز میتونم که با دوام نشست ها باید به دست برن. بله، من یک گزارش جلوی رویم هسته که انستیتوت تحقیقاتی خاورمیانه یک گزارش جدیدم دادم و طالبان قبلا ادعا داشت که ما یک حکومت همشمول در افغانستان داریم و هیچ وقت زیر بار نمارفت که این حکومت تک قومی هستن. منتها در این گزارش حقایق بسیار تکان دهنده ای هم آمده. در این گزارش تاجیک ها 5%، ازبک ها 3% و هزاره ها 0.5%، و ما از سایر اقوام دیگه مثل بلوچ، مثل نورستانی، مثل خیلی از کسای دیگه اصلا هیچ نام و نشانی را در کابینه وزرا یا در رده های بلند طالبان نمیبینه. به نظر شما این تبلیغات رسانه‌ای برای بزرگ نمایی کردن طالبان که نامیدن حکومت همشمول داریم اصلا چی هستن؟ چرا اینا فقط تک قومی رشد کردن و چرا اینقدر در تضاد هستن؟ مشکلات مسئله هویتی یا مسئله موجودیت اتنیک ها یا اقوام و قبایل در افغانستان یک چیز جدید نیست. همیشه در سالهای گذشته، اگر ما به 100 سال اگر به عقب هم بگردیم، این مشکلات موجود بوده، به خاطر از که در افغانستان اقوام و قبایلی که زندگی میکنن هنوز تثبیت هویت نشدن. چقدر ملیت در کجا و با کدام کمیت زندگی میکنن امروز؟ البته به این روند، به این چیز حاکمیت ها ادامه پیدا کرده تا به حال، و امروز یک حکومت کاملا مطلق اندیش که طالبان گروهی هستند که در حدود تقریبا 90 اضافه تر 95% قدرت از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی انحصار کردند، و اینها طبعا یک تعداد کسانی را که از دیگر اقوام و قبایل البته بر خود سربازگیری نمودن، میخواین اموار من حیث نماینده های اقوام و قبایل معرفی بکنن. این روند البته نزد طالب ها به یک شکل دیگه، اما در گذشته ها در زمان جمهوریت هم همچنین بود. به طور مثال یک کسی میرفت با آنها تعهد میکردن که ما میتونیم در با پالیسی سیاسی شما حرکت بکنیم، آنها را منحیث نماینده اقوام معرفی میکردن. البته این ادعای طالبا امروز بعد از گذشت 3 سال تقریبا در دور دوم هم مسئله از یا افشا شد که واقعا مسئله افغانستان امروز به نظر ما مسئله قومی است. مسئله باید حل شود و در نظر گرفته شود که باید تثبیت هویت شود اقوام قبایل، و ظرفیت ها باید مشخص شود، چقدر اینها توانمندی اجتماعی دارند، چقدر توانمندی سیاسی دارند. و این مسائل اگر در نظر گرفته نشه، من فکر نمی کنم که حکومت مشارکتی را، البته این گروه قبول نمی کنه به طور مثال، با گروه طالبان اصلا با مسئله مشارکت یا مسئله تقسیم قدرت باورمند نیستند. دقیقا. خب برمیگردیم، یک گریز میزنیم در مسائل ازبک ها و هزاره ها. ازبک های عزیز و هزاره ها در طول تاریخ افغانستان تعاملات بیشتری با هم دیگه داشتن نسبت به سایر اقوام. ریشه های این تعامل چی هست و به نظر شما جنبش اسلامی افغانستان چه نقشی در این همبستگی بین ازبک ها و هزاره ها داشتن؟ یک کمی میخوایم البته در این مورد به عقب بگردم که مسئله اوزبیک و هزاره اینها از یک تبارن.
از لحاظ ریشوی بسیار محققین البته هزاره ها را از اقوام ترک معرفی می کنند و اینها و ازبک ها از جمله از ریشه های ترکی هستند که در اینجا اگر ما از لحاظ اتنیک و از لحاظ اقوام بررسی بکنیم این روابط یا تعلقات خونی ماست که اصلا ناگسستنی است چون اصلا ریشه از یک جای نشأت کرده و از لحاظ سیاسی حوادث و تحولاتی که در افغانستان به وجود آمده توانسته این دو ملیت محروم از ستمدیدی افغانستان را به یک خود آگاهی برساند. البته اینها توانستند با تلاش و سعی و شبارزی خود تاریخ، فرهنگ، کلتور و حتی گذشته خود دریابند. یعنی یک خود آگاهی در اینجا تقریبا در این چهار نیم دهه این خود آگاهی را برای نسل های نوین مخصوصا چیز کرده به میان آورده. فلهذا اگر به زمان 1368 وقتی که حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد بزرگوار شهید عبدالعلی مزاری به وجود آمد، البته در اوج جنگ ایدئولوژیک بود در افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان در صف دولت آن زمان قرار داشت من حیث یک نیروی نظامی. بعد از 1371 وقتی که جنبش ملی اسلامی افغانستان تشکیل یک حزب سیاسی میکنه به نام جنبش ملی اسلامی افغانستان، یگانه حزب سیاسی یا نهاد سیاسی که یا شخصیت سیاسی که البته با جنبش ملی اسلامی افغانستان موازی در کنار هم حرکت میکنه حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری شهید مزاری بود. روابط فرهنگی و سیاسی، ما روابط اتنیکی را براتون گفتم که روابط سیاسی و فرهنگی و حتی روابط اجتماعی بعد از تشکیل حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بسیار زیاد ازدیاد می‌یابد و تا امروز هم ادامه دارد. بسیار عالی. ما برمیگردیم در ذهن که این روابط خیلی خوب بوده، اما بعد از شهید مزاری جنبش ملی اسلامی افغانستان و در رأس از اون مارشال صاحب دوستم چقدر تانستن برای حفظ و ترویج آرمان های شهید عبدالعلی مزاری همگام باشند و با مردم هزاره همبستگی خودمان را داشته باشند؟ میشه یک اشاره های کوتاهی هم در این مقطع تاریخی داشته باشیم؟ ما در این مورد میخواهیم البته یک نقطه را اشاره بکنم که در مورد شخصیت استاد شهید، استاد شهید البته یک شخصیت چندین بودی بودن، یک شخصیت بسیار مقتدر سیاسی، یک عالم دین و همچنان یک افسر و سرباز بسیار زیاد شجاع و دلیری بودند در صحنه میدان و مبارزات و تلاش هایی که البته انجام دادن اکثریت در کنار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مخصوصا در کنار مارشال عبدالرشید دوستم میراثی را برای نسل های آینده گذاشتن که این البته به یک قوم به یک ملیت تعلق نمی گیره. عدالت خواهی شهید مزاری عدالت خواهی همه ملیت های محروم بود. فلهذا انگیزه و انگیزه های سیاسی شهید مزاری نزد همه نسل های روشن و آگاه البته زنده است. مخصوصا من خودم من حیث یک فرزند ازبک افتخار میکنم که با اندیشه های سیاسی شهید مزاری البته با مبارزات خود ادامه میدم و ای برای ما جای افتخار است و چنین شخصیت البته انگیزی چنین شخصیت به نسل ها شاید ادامه پیدا بکنه و طبیعی است که جنبش ملی اسلامی افغانستان در هر محفل و مجلس از خواسته های شهید مزاری حمایت میکنه، هنوز هم حمایت میکنه. همون شکلی که مارشال صاحب عبدالرشید دوستم میگفت که در هر محفل اگر ازبک موجود نباشه جنبش موجود نباشه وحدت نمایندگی میکنه، وحدت نباشه جنبش نمایندگی کرده میتونه. این اعتماد ایجاد شده بود و این اعتماد هنوز هم ادامه داره و ما همیشه البته چنین شخصیت ها را
باید کسانی که واقعا به خاطر عدالت خواهی مبارزه میکنن فراموش نکنن. و شهید مزاری یک شخصیت بسیار والا مقامی بودن که البته اندیشه های سیاسی استاد بر ما یک مکتب و یک الگو البته بروز کرده و با مو چیز حیات خود ادامه میدیم. یکی از اندیشه هایی که در بخش سیاسی شهید مزاری مطرح کرده بودند بحث فدرالیسم قبلا وجود داشت ولی بسیار به او پرداخته نشده بود، ولی در زمان شهید عبدالعلی مزاری بسیار اوج گرفت. بعد از رفتن شهید عبدالعلی مزاری من فکر میکنم که مارشال صاحب دوستان و خود شما و اکثر ازبک های گرامی بر همین عقیده استوار هستند که این بحث فدرالیسم باید یک روزی برای یک اختلافات کنار بره و یک همبستگی هم بین اقوام به وجود بیاید و افغانستان متحد تر داشته باشیم باقی هستند. در این زمینه آیا اقداماتی از سمت شما صورت گرفته یا خیر، و اگر گرفته در چه مرحله ای هسته و اصلا چنین پلانی را در آینده آیا میدیدیست دارین که با بقیه هم شریک بکنین؟ یا مسئله سیستم اداری در افغانستان همیشه چالش زا بوده، مشکل اساسی را تشکیل میداد. هیچ نوع سیستم اداری در افغانستان البته موفق نبوده. فلهذا با در نظر داشت شرایط افغانستان استاد شهید بروی یک سیستم اداری ایالتی یا مو سیستم فدرالی تاکید می کردن و بالاخره البته در شرایط بسیار بحرانی که حتی یک تعداد کسانی که با ما توافقات سیاسی داشتن اینقدر مخالفت سیاسی نداشتن با پیشنهاد مسئله فدرالیسم مخالفت داشتند. البته او شرایط کاملا متفاوت بود و بالاخره حتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در اولین کنگره خود، در اساسنامه خود، در مسودی اساسنامه خود مسئله فدرالیسم آوردن که بالاخره ای با مداخله یک تعداد افراد البته در چیز تصویب نشد. امروز هم بعد از گذشت زمان در یک جامعه ملتی اتنیکال یا کثیر الملیه، البته که افغانستان در روی ملیت های گوناگون با کلتور و فرهنگ و با عنعنات مختلف البته با عقاید مختلف زندگی میکنن، امروز روشن شد که نمیتونه حکومت های متمرکز و مطلق اندیش جوابگو برای مردم باشه. از این خاطر ما هم امروز رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هم در آینده ها برای یک حکومت غیر متمرکز، البته این حکومت میتونه به شکل فدرالی باشه یا به شکل صدارتی و پارلمانی باشه، تاکید میکنن حکومت، ولیکن سیستم فدرالی را در این روزها البته مارشال عبدالرشید دوستم از او حمایت کرد، بعض البته نهادی که به نام فدرالی خواهان ایجاد کردید از او کاملا حمایت خود اعلان کردن و یگانه سیستمی که فکر میکنم که در آینده جوابگوی بحران های افغانستان باشه اینمی سیستم فدرالی. از این سیستم فدرالی البته حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان فعلا کاملا حمایت میکنه. روابط جنبش ملی اسلامی افغانستان با سایر گروه ها و اقوام مثل تاجیک ها، مثل پشتون ها، مثل سایر اقوام در افغانستان به چه نحوی تعریف شده؟ آیا همو روابط چقدر میتونن نزدیک باشد؟ چقدر همبستگی وجود داره و شما چه انتظاراتی دارید از سایر اقوام؟ چون قوم ازبک دقیقا مثل قوم هزاره گاهن به خاطر اتنیک خود، به خاطر لسان خود، همیشه مورد تبعیض در افغانستان قرار داره، حتی در تقسیم بندی قدرت پس زده شده در خیلی از موارد تاریخ. اینها چه رقم حل میشه؟ بسیار سوال مهمی است، چون در یک شرایطی قرار گرفتیم که امروز اصلا در افغانستان حاکمیتی که فعلا در افغانستان وجود داره هویت سیاسیون این حاکمیت مشخص نیست. اینها شهروند کدام کشور هستند؟ به خاطر از اینکه اینها نه بیوگرافی دارن نه سوانی دارن، اصلا مشخص نیست که از مقام بالا تا پایین. خب ای هنوز مسئله افغانستان پیچیده تر ساخته. در زمانهای سابق یا در کشورهای
جهان دوم سیوم جهان اول دوم و چون افغانستان در کتگوری جهان سوم قرار داره، یک کشور عقب مانده است، در جهان های متمدن هم احزاب سیاسی نظر به زمان تصامیم خودم می گیرند. در اینجا ما باز هم تاکید می کنم که حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با حزب وحدت اسلامی افغانستان، البته حزب وحدت اسلامی وقتی که ما میگم تقریبا 8 حزب سیاسی را در بر میگیره که تمام شخصیت های سیاسی اینها یک رابطه استراتژیک دارند. این رابطه استراتژیک کاملا عمیق است، ناگسستنی است، ولیکن با دیگر احزاب سیاسی نظر به پالیسی های حزب ما، نظر به اساسنامه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با تمام احزاب سیاسی بدون در نظر داشته ملیت، عقاید، اندیشه، ایدولوژی ما روابط نیک داریم. امروز یگانه اپوزیسیون یا اونمو گروه مخالف ائتلافی که صورت گرفته امی ائتلاف شورای عالی نجات برای افغانستان است که متشکل از 20 حزب سیاسی است، از تمام اقوام و ملیت ها، از تمام ایدولوژی و افکار و اندیشه، البته اینها در یک محور جمع شدند. ای ناگزیر هستند اینها یک دایره را البته تشکیل بدن که یک پتانسیل، یک نیروی سیاسی قوی ایجاد شود تا ای گروه حاکم کنونی را که البته یک گروه واقعا دهشت افکن و تروریستی است زیر فشار قرار بدن. از این خاطر روابط حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با تمام احزاب سیاسی کاملا خوب است، بجز از احزاب دهشت افکن و تروریستی. به عنوان یک سوالی که همیشه در بین اقوام غیر پشتون مطرح هستند و همیشه دایه‌دار هستند، مخصوصا در دو دوره حاکمیت طالبان و امی دوره که نو آمدم در این 3 سال، کوچ اجباری و غصب زمین ها یکی از این موارد بود. اکثرا در این زمین اقوام غیر پشتون مثل ازبک ها، هزاره ها و تاجیک ها همیشه از زمین های خود رانده شدند، همیشه سری از اینها پلان های ریخته شده که اینها را بتوانن از یک مرکزیت خارج بکنن. آیا تدابیری میشه در این زمینه ریخت؟ آیا میشه که جلوی چنین وضعیتی را گرفت؟ چون یک وزیرستان سازی در شمال افغانستان در حال رخ دادن است و برای نسل های آینده چه باید کرد که این مسئله خیلی فشار وارد نکنه و کسی هم نیست که گوش شنوا داشته باشه در این زمینه؟ فکر میکنین چه اقداماتی میتونه موثر باشه؟ البته جابجایی افراد ناشناس از خود افغانستان، از بیرون از افغانستان در مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان یک سناریوی بسیار گذشته است. این سناریو البته 110 سال، در حدود 110 سال از این سناریو میگذره. این ادامه تکمیل اینمی سناریو است، ولیکن تفاوت در کجاست؟ تفاوت امروز اونمو خود آگاهی که ما بر شما گفتم، اونمو خود آگاهی در بین اقوام بومی در مناطق شمال است که اینها این مسائل ممکن است که با زور تفنگ و زور شلاق بتانن خانه ها را، زمین ها را غصب بکنن، ولیکن اینها را نمیتونن بر همیش در اختیار خود داشته باشند. فلهذا یگانه مشکل ما اینمی مسئله هستند. چرا پروژه هایی را اینها البته زیر دست گرفتن؟ به طور مثال پروژه قشتپه. این پروژه قشتپه به خاطر منافع ملی افغانستان البته زیر دست گرفته نشده. یک پروژه است به خاطر از که در اطراف از یک تعداد انسان ها را بیارن جابجا بکنن. این پروسه هم البته آغاز شده، شروع شده. یگانه مشکل ما، مشکل اساسی که اینمی نظام به طور مثال شما پیشنهاد میکنین، اینمی نظام، نظام غیر متمرکز یا نظام یا حداقل دموکراسی که با انتخابات که مردم بتونه سرنوشت خود تعیین بکنه، اینمی مسائل میتونه حل بکنه. این البته دو راه داره، یا از راه دیپلماسی و سیاسی، یا ناگزیر از راه مقاومت و مجادله. این مسئله البته راه حلش است، ورنه امروز جنایات و فجایعی که شما خودتان من حیث یک ژورنالیست میفهمین که در افغانستان چقدر جنایات و چقدر فجایع البته صورت میگیره، مخصوصا اینها به اطفال
داخل رحم مادر رحم نمی کنند که آنقدر جنایت در اینجا ای دیگه آخرین مرحله جنایت بشری است در جهان نظیر نداشته. باید ای جلوگیری شود و امیدواری ها هم البته زیاد است. مقاومت در دو جبهه سیاسی و نظامی روز به روز تقویت پیدا میکنه و بالاخره ممکن که جلوی ستمگری ها گرفته شد. به عنوان سوال آخر از شما میخوایم پرسان بکنم، ای که اگر باز هم طالبان به این دهشت و وحشت خود ادامه بتن و این زمینه مساعد شود که مارشال صاحب دوستان برگردن به افغانستان یا به هر حال بچهشان یا از طرف جنبش اسلامی افغانستان اعضایی که وابسته هستند به جنبش، آیا واقعا قویا میتونن مانند دور قبلی که یک ائتلاف در شمال افغانستان به وجود آمد برای از بین بردن طالبان، آیا این اراده وجود دارد که اگر چنین شرایطی به وجود بیاید باز هم بیایند در داخل افغانستان ایستادگی کنند و از حق ملت افغانستان دفاع بکنند یا خیر؟ بر من پیشتر اشاره کردم که ایجاد شورای عالی نجات برای افغانستان یک ائتلاف سیاسی هست، ولیکن جنبه های دیگر هم داره. میتونن به طور مثال اینها شخصیت هایی در یک محور جمع شدن که اینها ظرفیت دارند از هر لحاظ، هم اجتماعی هم نظامی هم سیاسی و حتی ظرفیت از یا مشخص است. البته ای صرف در شمال افغانستان نیست، ای ائتلاف دامنیش تا مشرقی و قندهار و هلمند ای طرف ها میرسه که احزاب سیاسی هم البته در اینجا شامل هستند. پس دوباره شما فکر بکنید که امروز یک گروهی که هنوز نتانسته یک به یک سازمان مبدل شود که حزب او یک طرفبانین گروه تروریستی طالبان میگه، اینها یک گروهی هستند و هنوز به یک سازمان هم نتانستن خود ارتقا بدن، به حزب سیاسی اصلا یا نائل نمیشن چون امو معیار ندارن، امو شرایط برشان مساعد نیست. پس دوباره 20 حزب سیاسی که البته از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال نفوذ دارن، اینها مثل سابق بسیار به یک شکل قوی شاید هم امکانش است که یک دیگرگونی سیاسی را به زودترین فرصت البته چیز کنند، به میان بیارن. ای کاملا مشخص است اگر کشورهای زیردخل در مسائل افغانستان دوباره لقمنان مردم افغانستان را از دسترخوانشان نگیرند، ممکن مردم بتانه ای گروه های تروریستی، البته یک گروه نیست در افغانستان که بی حساب در 20 گروه دهشت افکن امروز در اوج بستر سازی کردن برای خود، برشان یک محل امن البته دویجه شده، اینها را میتونن البته با حمایت مردم افغانستان به زودترین فرصت البته ای برنامه هم زیر دست است. امیدوار هستم که این انسجام سیاسی و در کنارش گروه های مقاومتی و نظامی بتوانند یک نسخه نجات و شفا برای افغانستان در آینده باشند. بسیار جامع تحلیل کردیم، بسیار وقت گرانبهای های خودم در اختیار ما قرار دادیم و سپاسگزار هستیم. با عنوان صحبت آخر اگر با مخاطبین ما کدام صحبتی داریم مهربانی و بعد از اون برنامه را ختم میکنم. ما در آخر البته فقط همین فعلا جهان منتظر از است که ما بتونیم از راه تفاهم و از راه دیالوگ البته یک راه حلی را به بحران افغانستان پیدا بکنیم. از این خاطر خودتان در جریان هستین که کنفرانس های در انقره و در تهران و در مسکو و در تاریخ 24 و 25 و 26 باز هم در ویانا البته کنفرانس سوم دایر میشه. اینها همگی به خاطر برون رفت از بحران کنونی افغانستان است و بالاخره تا تدویر سومین کنگره دوحه باید دریجه تبادل افکار صورت بگیره. اگر نتیجه نداد ناگزیر هستند شاید الترناتیب های دیگری را پیشنهاد بکنن و فقط عمیقا ما برای مردم
محروم و مردم ستم دیدی خود. گفتم میتونم که این حالت ادامه پیدا نمی کنه و حتما انشالله یک روشنایی و یک تغییرات و یک دیگرگونی در راست. بسیار عالی، سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه و همچنین سپاسگزاری میکنیم از تمامی مخاطبین که با صبر و حوصله مندی برنامه را شنیدم و دیدم. از حضور شما خداحافظی میکنیم، شما را به خدای منان میسپاریم و انشاءالله در برنامه های آتی باز در خدمت شما